بر شما در خدمت طناز، مونا، بهار و هستی هستیم از مجموعه دیوان. یه ایونت خیلی جذاب و باحال طراحی و مد رو در ونکوور برگزار کرد دیوان ایونت. می‌خوام ازشون بپرسیم که فلسفه وجودی دیوان و این ایدهش از کجا شکل گرفت که این ایونت بسیار جذاب و برگزار کرد. خب فلسفه دیوان از عید نوروز امسال شروع شد که من و بهار تصمیم گرفته بودیم که یه شوی و یه پاپاپی رو بخوایم برگزار بکنیم که هم از بهارشاپ هم از دیار بتونیم پیستایی که از آرتیستای ایرانی داریم اینجا رو بتونیم رونمایی بکنیم و پاپاپ استور بذاریم دیگه. بعد خواستیم که خب این ایده رو هی بزرگش بکنیم، قشنگتر و خیلی شیکتر بتونیم برگزار بکنیم. بهش فکر کردیم بیایم که پس یک ایونت بزرگتر بگیریم و از هنرمندای دیگه که توی این شهر هستن دعوت کنیم، بیایم همه جون شیم و این ایونت رو برگزار بکنیم. که خدا رو شکر وقتی که شروع کردیم راجبش صحبت کردن و بهار شروع کرد تو پیجش اعلام کردن، دیدیم که با استقبال خیلی از عزیزانی که توی این شهر بودن ما مواجه شدیم. دیدیم که خب خیلی داره بزرگ میشه و ما با یک ایونت پلنر خیلی خوب نیاز داریم. که بهار گفت بچه‌هایی که لیتل انجل هستن از ایران میشناستنشون و کارشون همیشه خیلی عالی بوده و میتونه که ازشون درخواست بکنه بیان جوین شن و ما بتونیم این تیم دیوان رو با هم دیگه تشکیل بدیم. خب من سابقه کار مارکتینگ داشتم، بهار هم که دیگه همه میشناسن، کار پی آر و دیگه بلاگر هم که هستش. گفتیم خب دیگه این پرفکت میشه که ما تو این سه تا فیلد بتونیم این ایونت رو برگزار بکنیم. دیگه خدا رو شکر شروع کردیم و خیلی عالی بود دفعه اول، دفعه دوم هم همینطور. خدا رو شکر همه خیلی استقبال کردن، چه بازدید کننده ها چه وندر ها. تو این نمایشگاه چند نفر اول چند تا غرفه داشتیم و چند تا طراح؟ اینجا 30 تا داشتیم. سری قبل 28 تا داشتیم. انشالله هر سری بتونیم تعداد بیشتری. این ونیو تقریبا بزرگترین ونیوئه که ما بتونیم واسه این کار استفاده بکنیم. حالا انشالله جای بزرگتر داشته باشیم میتونیم از وندرهای بیشتری دعوت کنیم. چشم انداز شما در دو سه سال آینده چی هستش؟ این سوال رو اگر بهار جواب بده ممنون میشم. به چه سمتی داره میره در واقع دیوان ایونت؟ بیشترین کانسپتی که ما روش خیلی داریم فوکس میکنیم اینه که آدم هایی که کارآفرینن، طراحن یا سمال بیزنس یا حتی آردی برند شدن، حتی اگه توی یه فیلد هستن کنار هم قرار بگیرن و از رقابت یه کوچولو، یعنی به رقابت سالم پیش برن و کنار هم همه پیشرفت کنن. این یه ارزش اصلی گروهمونه و داریم سعی می‌کنیم اینو توی این شهر جا بندازیم. و ویژنمون اینه که تو 3 سال آینده فقط توی ونکوور نباشه این اگزیبیشن و بتونیم به جاهای دیگه کانادا بریم، تورنتو، مونترال، کبک، خیلی جاها دیگه، و بعدش هم ایشالله بتونیم امریکا و دیگه خیلی دیگه یه ذره دیگه طولانی تر از 3 سال میشه ولی اینترنشنال بشه. مرسی. از مونا میخوام بپرسم که بزرگترین چالشی که تو برگزاری این رویدادهای از این دست باش برخورد داری و بهش فکر میکنی هستش چه چالشیه و انتظار چیکار باید بکنی؟ تا برگزاریش یه مقدار سخته چون که باید با همه وندورها، همینجور که الان میدونی 30 تا وندر داریم ما اینجا، خب هماهنگی همه این چیزا تو این کشور خب خیلی سخته و راضی نگه داشتن همه واقعا که بتونن همه با همون چیزی که دوست دارن با همون کوالیتی تحویل بگیرن و اینکه راضی باشن. خب ما خیلی تلاش میکنیم واقعا برای هر ایونتی، ما تقریبا بیشتر از 2 ماه وقت میذاریم، برنامه‌ریزی میکنیم هممون و سعی میکنیم که اون چیزی باشه که اول از همه خودمون دوست داشته باشیم، یعنی اون چیزی که خودمون ایدئالمون هست و سعی میکنیم برای بقیه هم اجرا کنیم و مطمئنیم که همه هم اونو راضی هستن و دوست خواهند داشت. و سوال آخر رو میخوام از هستی بپرسم، اگه بخوای یه چیزی توی در واقع توی مجموعه دیوان ایونت تغییرش بدی و بهترش بکنی چی هستش؟ خب ما تصمیم داریم که در آینده فقط این فیلد آرت و فشن و بیوتی نباشه، میخوایم تغییرش بدیم و اینکه کانسپت های دیگر رو بذاریم، اگزیبیشن های بزرگتری اجرا بکنیم، همینطور که بهار گفت تو شهرهای دیگه بتونیم اگه بتونه
اینترنشنال بشه که چه بهتر و جهانیش بکنه. دقیقاً و جهانیش بکنه. خیلی عالیه. بهتون خدا قوت میگیم. میدونیم خیلی خسته شدین تو این دو روز و کلی کار داشتین و عالی بودین. مرسی. حتماً اگر صحبتی با مردم دارید با هر کسی که از دریچه این دوربین میتونیم بگید. ما میخوایم از همه ایرانیای ونکوور و کانادا خیلی تشکر کنیم که ما چهار تا رو انقدر ساپورت کردن، این همه وندور و دیزاینر و آرتیست رو ساپورت کردن و دومین بارم با استقبال خیلی زیادی روبرو شد و حمایتمون کردن و امیدواریم که همیشه این حمایت رو داشته باشیم. مرسی. مرسی. از شما تشکر. مرسی.